من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبرس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سوره مبارکه بنی اسرائیل بود که با ذکر توحید و با یاد توحید الله عز و جل خاتمه یافت و حال می خوانیم سوره مبارکه کهف را. اولا خدمت شما عرض کردم از در ابتدای قرآن مجید در آغاز سوره فاتحه که بر اساس توضیحی که حضرت شیخ حسین علی رحمه الله ذکر فرمودند قرآن بر چهار بخش مشتمل است. هر چهار بخش با لفظ جلاله با الحمدلله آغاز میشه، با صفت الحمدلله. در اولی که از فاتحه شروع می شد تا سوره انعام بحث خالقیت بود و از سوره انعام تا آخر بنی اسرائیل تا اینجا بیان ربوبیت و مبحث ربوبیت که خالق همونطور که خالق الله است رب هم الله است. و از سوره کهف تا سوره سبا اینجا بحث مالکیت است، مالک مطلق، پادشاه مطلق که همه تصرفات در اختیار او هست، مدبر مطلق است، الله عز و جل است، کسی مدبر و متصرف نیست. خب این در گذشته با گذشته بود با کل قرآن مجید، اما با سوره های گذشته وجه مناسبت و ربطش چی هست؟ ما خواندیم که مشرکین دو چیز از پیامبر خدا میخواستند. یکی میگفتند فأتنا بما تعدنا، عذاب بیار، و یکی دیگه میگفتند که و آیه بیار، معجزه که ما میخواهیم بیار. و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه. بس هم عذاب میخواستن هم معجزه مطلوبه خودشون را. در دو سوره گذشته هر دو جواب داده شد. در اول سوره هجر نحل خواندیم اتا امر الله فلا تستعجلو، عذاب خواستن، نه الله فرمو اتا امر الله، دریافت کنید امر خدا را، عذاب خدا را عجله نکنید، عذاب سر رسید. پس در سوره نحل عذاب بود که آمد، یعنی عذاب دیر نیست، وقتش فرا رسید. و در سوره بنی اسرائیل معجزه بیان شد، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. هر دو پاسخ داده شد، هم عذاب و هم معجزه. اما الله عز و جل از اونجایی که ذاتش رحمان است قبل از عذاب
به شبهات اونها و اشکالاتی که اونها داشتند پاسخ میدهد. پس در سوره کهف جواب شبهات و جواب اشکالات اونها هست. چند شبه اونها مطرح می کردند. یکی این که اصحاب کهف 7 جوان بودند، 7 نفر بودند که اینها صدها سال در غار خوابیدند. وقتی که در غار استراحت می کردند، نیاز به نان، نیاز به آب، نیاز به خوراک مگر نداشتند و حتی بدنشون خراب نشد. اما اونها نه بدنشون خراب شد نه نیاز به آب و نان پیدا کردند. این دلیل الوهیت اونها هست، دلیل خدا بودن اونها هست. این صفات صفات خدایی هستند که بی نیاز هست. الله تعالی در این به همین خاطر مشرکین به نام اصحاب کهف نان می پختند، 7 تا نان و یکی به نام سگشون، اینها را صدقه می کردند، اعتقاد داشتند. الله تعالی در این سوره جواب داد حقیقت اون جریان را، این شبه حل شد. دیگه اونها شبه داشتند که ما گاهی از جنات هم نتیجه می گیریم، جنات مشکلات ما را حل می کنند. الله تعالی در این سوره درباره جنات و اینکه جنات چگونه انکار کردند سجده آدم را و بعدن جنات و در رأس اونها ابوالجن ابلیس، ابلیس لعین چطور بر علیه حضرت آدم و انسان ها سوگند یاد کرد، اون شبه را جواب داده. و شبهه سوم این بود که اون کسی که درباره ذوالقرنین بود که از مشرق تا مغرب همه دنیا را تصرف کرد، اینقدر قدرت داشت، این قدرت نمیتونه غیر از قدرت خدایی قدرت دیگه باشه. این شبهه را هم الله جواب میده. و شبهه دیگه این بود که موسی علیه السلام علم غیب نداشت ولی خضر داشت، چون که هر چی که انجام میداد در آینده چه اتفاقاتی به ناس بیفته به موسی علیه السلام میگفت. این شبهه را الله تعالی هم در جریان موسی و خضر در این سوره پاسخ داد. پس در این سوره جواب شبهات است. این 4 شبهه، یکی در رابطه با اصحاب کهف، یکی درباره جنات، یکی درباره خضر علم غیب بودن و یکی درباره ذوالقرنین. و سبب نزول این سوره معروف است که مشرکین نظر ابن حارس و چند نفر دیگر رفتند پیش یهودی های مدینه و گفتند امر این پیغمبر و کار دعوت این روز بروز گسترده میشه، شما اهل علم و اهل کتاب هستید، شما سوالاتی به ما بگویید که ما به وسیله اون سوالات بتونیم او را لاجواب بکنیم یا حداقل بدونیم پیامبر خداست یا نیست. اونها گفتند که چند سوال هستند، 3 سوال هستند، شما این 3 سوال را مطرح کنید با توجه به اینکه امی هست سواد ندارد، اگر این سوالات را جواب داد که نبی خداست، اگر نتونست جواب بده اون وقت شما هم متوجه میشید. و یهودی ها هم فکر نمی کردن که بتوانه جواب بده. این 3 سوال در باره یکی اون جوانانی بود، 7 نفری که اونها در غار رفتند، اینا که بودند و چه مدتی در غار اینها استراحت کردند. دوم اون چه کسی بود که از مشرق تا مغرب همه جا را فتح کرد و همه جا را تسخیر کرد. سوم درباره حقیقت روح بپرسید که روح چی هست. اگر جواب داد که درست نیست، چون حقیقت روح را به غیر از خدا کسی نمی داند.
این سه سوال را مطرح کردند. سوال سوم را ما در سوره بنی اسرائیل خواندیم، و یسالونک عن الروح، دو سوال دیگه در این سوره پاسخ داده شده. لذا قبل از اینکه به مباحث سوره بپردازند، اول مدعا توحید، الحمد لله الذي، حمد را بنده عرض کردم خدمت شما که چگونه توحید هست و چگونه الوهیت الله عز و جل ثابت میشه، چون که حمد الف لام عهد خارجی هست، اون صفاتی و اون محامدی مد نظر هستند و مراد هستند که اونها ویژه الله تعالی هستند، مخصوص اله هستند، مثل خالقیت، مالکیت، رازقیت، نافع و ضار بودن و امثال اینها. لذا الله می فرماید الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، تمام تعریف و ستایش مر الله، تعریفات خاص برای الله آن ذاتی که انزل على عبده الكتاب، بر بنده خودش کتاب نازل کرد. بنده او، این اضافت اضافت تشریفی هست، شرف رسول الله بیان شده. ولم يجعل له عوجا، و قرار ندار برای او، ها در اون قرآن عوج کجی، هیچ نوع عوج کجی، نه لفظی نه معنوی قرار نداد. قیما لینذر بأسا شدیدا، قیما این کتاب کتاب محکمی هست، کتاب مضبوطی هست، لینذر بأسا شدیدا، تاکب ترساند بوسیله این، بأسا شدیدا از عذاب سختی، منظور از آخرت، از قیامت، از عذاب الله در قیامت، این فریضه رسول هست. من لدنه، بترسان منکرین را از جانب الله. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، فریضه دوم بشارت، مجد بده مؤمنان را، آن الذین یعملون الصالحات، آنانی که عمل صالح انجام میدن، ان لهم اجرا حسنا، این بیان مجده هست، این که برای آنان در آخرت اجر و پاداش نیکو هست. ماکثین فیه ابدا و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، ماکثین فیه، میمانند برای ابد در آنجا در قیامت، و بترساند الله تعالی آنانی را، این چون که در باب انذار، در باب تبشیر الله فرمود و یبشر المؤمنین، اما چه کسانی را مژده بده؟ المؤمنین الذين يعملون الصالحات، نفرمود که چه کسانی را انذار کند، لینذر بأسا، از بأس بترساند، از جنگ خدا، از عذاب خدا بترساند، اما اینجا میفرماید که چه کسانی را بترساند. و ینذر الذین، این اعاده لبعد العهد است، چونکه اونجا بحث انذار آمد، در انذار دو چیز، یکی از چی بترساند، یکی کی را بترساند. از چی بترساند بیان شد بأسا شدیدا، اما کی را بترساند اونجا بیان نشد. اینجا مجدد اعاده لبعد العهد میفرماید که برای اینکه میخواد تعیین کنه کی را بترساند. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بترساند مشرکان را، آنانی که گفتند خداوند ولد و نائب برای خودش گرفته، آنهایی که اعتقاد دارند که خدا برای خودش نائب گرفته و بعضی از مخلوقات را در العیاذ بالله امور عالم خدا را کمک میکنند. ما لهم به من علم، نیست برای آنان نسبت به این مسئله، مسئله نائب گرفتن، تبنی، فرزند گرفتن، هیچ نوع علمی، ولا لآباهم، نه برای پدرانشان که مثل اینها گفتند، بدون آگاهی، بدون دلیل چنین کلمه سنگینی را اینها میگویند. کبرت کلمتا تخرج من افواههم، الله میفرماید این کلمه‌ای که از زبانشان خارج میشه سنگین است، کبرت، سنگین است این کلمه. این یقولون الا کذبا،
اینها نمیگویند مگر کذب میگویند، مگر خلاف میگویند، دروغ میگویند. این کلمه کلمه سنگینی هست، همین که برای الله عز و جل ولدی ثابت میکنند و اثبات میکنند که اون ولد متصرف است، گرداننده امور است. این کذب، کذب بسیار سنگین و دروغ بزرگی هست. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اینجا تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. لعل برای ترجی می آید در جاهای دیگه به معنی شاید، اما اینجا برای ترجی نیست، برای اشفاق هست. یعنی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم اظهار شفقت است. الله عز و جل برای حبیبش، برای نبیش شفقت می فرماید که فلعلك باخع نفسك، شما نفس خودت را، شما جان خودت را از بین بردی. باخع یعنی هالکون، هالکون نفسک، از بین بردی خودت را. علی آثارهم، دنبال اونها. چرا؟ یعنی خیلی حزینی، خیلی غمگینی، پریشانی که الم یؤمنوا بهذا الحدیث، اینکه ایمان نیاوردند به این سخن، یعنی به کلام الله. اسفن مفعول لهو هست، یعنی به خاطر چی؟ به خاطر تأسف. از بس که تأسف خوردی، بر اینها جوش زدی، غم خوردی، لذا میخوای خودت را از بین ببری. شفقت الله است، یعنی ای پیغمبری من اینقدر نگران نباش. خلاصش اینه که غم مخور، نگران نباش، چون که این دنیا دنیای ابتلا هست، دنیای امتحان است. خب بعضی ها طبیعی قبول نمی کنند، انکار می کنند. شما چرا ناراحت می کنی خودت را؟ می رساند غایت شفقت و ناراحتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ایمان قوم که ایمان نیاوردند. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. این علت انکار است، یکی از دلائل انکار دنیاست و حب دنیاست. الله می فرماید ما قرار دادیم اون چی که روی زمین هست زینت برای آن، زینت برای اهل زمین. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا که بیازماییم آنها را کدام یک از نظر عمل زیباتر عمل می کند. لذا هر چی که زرق و برق هست، هر چی که تجملات و زیبایی هست، اینها را ما روی دنیا قرار دادیم. این مسئله باعث چی میشه؟ باعث قبول نکردن و انکار اونها. و انا لجاعلون، اما این دنیا را الله میفرمای فانی هست. این دنیا با این زیباییش، با این زرق و برقش، انا لجاعلون ما علیها، ما قرار میدیم اون چی که بر آن هست صعیدا جرزا، یک میدان بی آب و علف. یعنی این همه زیبایی ها که شما میبینی، این همه تجملات که شما میبینید، یک روزی اینها تبدیل به یک میدان بی آب و علف میشه، میدان خشک و خالی میشه، یعنی هیچ چیزی نمیماند. مطلب اینه که فانی هست، زائل میشه، از بین میره. خب این مقدمه بود. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، از اینجا جواب اون شبهه است. اول جریان اصحاب کهف را الله به صورت خلاصه ذکر می فرماید و بعدا به صورت تفصیل مفصل. اما قبل از اون الله تعالی استفهام می فرماید، آیا شما پنداشتید، شما فکر کردید، شما گمان کردید که ان اصحاب الكهف والرقيم، اصحاب کهف و اصحاب رقیم، کانو من آیاتنا عجبا، از آیات عجیب ما هستند؟
یعنی از آیات عجیب فقط اینها هستند؟ نه خیر، این استفهام استفهام انکاری هست. یعنی آیات عجیب که آیاتی که دال بر قدرت الله عز و جل هستند اینها نیستند. الله از اینها آیات بزرگتر دارد. فَإِنَّ سَائِرَ آيَاتِ اللَّهِ أَعْزَمُ مِنْ قِصَّتِهِمْ، تمام آیات الهی از قصه اصحاب کهف چی هست؟ از قصه اصحاب کهف اعظمتر است، بزرگتر است. لذا اون آیات را وقتی که نگاه بکنند، به اون آیات توجه و دقت بکنند، پی میبرند به قدرت لایزال، به الوهیت مطلق رب العالمین. این که چند جوان خوابیدند و بعد از 300 سال بیدار شدند آیه ای هست، اما از این آیات بزرگتر داریم. قال الطبری تقریر له علیه السلام على حسبانه، بر گمانی که رسول الله داشت اون را اثبات میکند که ان اصحاب الكهف كانوا عجبا، اصحاب کهف عجیب بودند، به معنی انکار ذالک علیه الله یعظم ذالک بحسب ما عظم علیک السائلون. یعنی شما فکر نکن اونطور که سائلان این آیه را عظیم میدانند که آیه عظیم، السائلون من الکفره، سائلان از کفار این را عظیم میدانستند که آیه عظیم و عجیب اینه، نه. فَإِنَّ سَائِرَ آيَاتِ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ قِصَّتِهِمْ، تمام آیات الهی، بقیه آیات الهی از قصه اینها، از قصه اصحاب کهف، اونها عظیمتر هستند. اصلا خلق آسمان زمین اینها، انسان وقتی نگاه میکنه این از عجایبی هست که انسانها به اون فکر نمی کنند. خب اصحاب کهف الرقیم فرمود. کهف از نظر لغت به غار میگویند و به این اصحاب، اصحاب کهف میگویند به دلیل اینکه اینها در غار رفتند و در غار استراحت کردند. اما اصحاب الرقیم، گرچه بعضی از علما گفتند جمع اندکی مثل امام بخاری طوری باب قائم کرده که گویا اینها را دو گروه می داند. ایشون معتقدند اصحاب کهف اون افرادی هستند که در غار رفتند و خوابیدند، اصحاب رقیم، ببخشید، اصحاب کهف اون سه نفری بودند که در غار بند آمدند و سنگ آمد جلویشان گرفت، و اصحاب رقیم این هفت نفری هستند که در غار رفتند. یا بالعکس، منظور این دو واقعه هستند. یکی واقعه سه نفر را در بحث توسل خدمت شما عرض کردم و می دانید که رفتند در غاری و سنگ آمد و غار را گرفت، و دوم اون هفت نفری که رفتند خوابیدند، اینها هستند اصحاب رقیم. اما جمهور علما و مفسرین اعتقاد دارند که اینها یکی هستند، اصحاب کهف و اصحاب رقیم دو گروه نیستند، یک گروه هستند. اصحاب کهف که بهشون میگویند مشخص تو غار رفتند، اما اصحاب رقیم چرا میگویند؟ در این باره اختلاف هست. بعضی معتقدند که رقیم به اون تابلوی میگویند که بعداً پادشاه، تابلویی که در اون اسمای اونها نوشته شده بود، قیل الرقیم ان نسبو الى حجم رقم فیه اسماؤهم، اون تابلوی را میگویند، تخته ای را که بر دهنه غار زده شد و اسمای اینها اونجا نوشته شد، اسامی اینها، به این خاطر اصحاب الرقیم میگویند. بله، ببینید عبارات بزرگان، الکهف
النقب المتسع في الجبل. کهف میگویند اون سوراخ وسیع در کوه را میگویند که داخلش وسیع هست و انسان میتونه اونجا سکونت بکنه، آرامش داشته باشه. الرقیم، قال الفراء، الرقیم لوح کان فیه اسماء و صفات، اسماءهم و صفاتهم کبیر. اون تختی هست که اسماء و صفاتشان هست، بعدا اونجا زده شد. بعضی دیگه معتقدن رقیم نام روستا بود. زعم کعب انها قریه خرجوا منها، نام قریه ای هست که اینها از اون قریه خارج شدن. رقیم نام اون شهره، نام اون قریه هست. والله اعلم. به هر حال اینها را هم اصحاب کهف میگویند، هم اصحاب رقیم میگویند. کانو من آیاتنا عجبا، از آیات عجیب ما شما فکر میکنی بود. اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا. این اجمال قصه شون هست، داستان شون هست به صورت اجمالی. زمانی که پناه بردند اون جوانان به کهف، به غار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه، بار الها به ما از جانب خودت رحمت ببخش. و هیئ لنا من امرنا رشدا، مهیا کن، آماده کن برای ما از جانب خودت راهنمایی. ما را راهنمایی کن کجا بریم. نمیدونستن کجا برند، کجا بریم، چه کار بکنیم. تو خودت برای ما چاره ای بساز، برای ما تدبیری بفرما. لذا این دعا را کردند، رفتند در غار خوابیدند. الله میفرماید فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، ما گوشهایشون را زدیم، یعنی بستیم در غار سالهای متعدد. ثم بعثناهم، سپس ما اونها را از غار بلند کردیم، مبعوث کردیم. لنعلم ایل نظهر، تا ظاهر بکنیم، تا معلوم کنیم. ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. این لنعلم لام لام عاقبت است، یعنی عاقبتا با هم بحث کردند، نه که به خاطر این خدا اونها را خواباند که بعدا اختلاف کنند، نه. ای الحزبین، از اون دو گروه کدام گروه احصا لما لبثوا امدا بیشتر حفظ کرده اون مدتی را که ماندند؟ لما لبثوا امدا، امدا از نظر مدت طولانی کدام گروه بیشتر حفظ کرده، بیشتر میتونه بگه چقدر ماندن؟ خب دو گروه بودن با هم اختلاف کردن، همین اصحاب کهف که الان میخوانیم. قال ربكم، قالوا كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. یک گروه گفت یوما او بعض يوم، گروه دوم گفت ربكم اعلم بما لبثتم. پس این گروه دوم بهتر میگفت، رب بهتر میداند، مدتشون را نمیدانستند. بله، این خلاصهش بود، خلاصه داستان بود. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، از اینجا تفصیلش بیان میشه. ببینید اولا خدمت شما عرض کنم که این هفت نفر که ابتدا شش نفر بودند، اینها از اولاد بزرگان و درباریان شهر بودند. شهری که موقعیت جغرافیایی این شهر کجا بود اون خدمت شما عرض می کنم. بعضی ها میگن در روم بود، بعضی میگن در شام بود، نزدیک ایله بود، شهری بود. و با توجه به اینکه قرآن مجید هدفش داستان سرایی نیست، به این خاطر جزئیات را بیان نکرده و نمی کند. جزئیات را که بیان نکرده، حال در مورد، چون قرآن یک هدفی، یک موعظه، یک درسی که از کل قصه باید گرفته بشه، اون را دارد، اون هدف را دارد، اون حاصل شد. دیگه به موقعیت جغرافیایی هم نپرداخته، به تاریخ هم نپرداخته که اینها چه زمانی بودند، کجا بودند.
به این خاطر علما شدید با هم اختلاف دارند. بعضی ها این را در شام میدانند نزدیک فلسطین، بعضی معتقده این در روم هست. خب به یک صورتی این دو قول را میشه با هم تطبیق داد که اون زمان شام تحت سیطره روم بود. بعضی ها این را در اندلس دانستند، اسپانیا. بعضی ها عرض کنم در انطاکیه و در ترکیه و بعضی در بلاد مختلف. پس شدید از نظر و علما رفتند هر یکی غاری و غارهای دیدند و گفتند این هست. غارهای متعددی که تو اون غارها همین علائم هست، استخوان هست، اونجا بنایی هست، مسجدی هست، چند جا دیدند. و علتش را خدمت شما عرض می کنم. بعضی ها از نظر تاریخ می گویند که اینها بعد از سیدنا عیسی علیه السلام، زمان سیدنا عیسی بودند و پادشاه دوم که موحد بود بر دین مسیحی بود. اکثر مفسرین همینو میگند. بعضی معتقدند این مربوط به زمان عیسی نیست، خیلی قبل از عیسی هست. این در زمان بنی اسرائیل و یهود بوده یا قبل از یهود بوده؟ چرا؟ چون علماء یهود به این دلچسپی داشتند و پیگیر قضیه بودند. اگر این جریان از جریاناتی بود که در زمان عیسی علیه السلام اتفاق می افتاد، یهود به این داستان دلچسپی نشون نمی دادند. چون حقانیت دین عیسی و دین توحیدی هست که یهود با او مخالف بودند، سوال کنندگان یهودی ها بودند. پس بنابراین بعضی به زمان قبل از عیسی علیه السلام این را ربط دادند. و اما اینکه اینها تعداد جوان بودند، در روزی که روز مراسمشان بود همه مردم خارج رفتند، روز عیدشان بود، معمولا روزهای عید اعیاد مردم به مراسم مذهبی و دینی می پردازند، به سوی عبادت می روند، همه شهر و اهل شهر بیرون شهر یک جای مخصوصی که داشتند اونجا جمع شدند و تعظیم کردند خدایان خودشون را، بتان خودشون را. این جوانان با خود فکر کردند و دعوت توحید هم بهشون رسیده بود که چرا ما این بتان را تعظیم بکنیم؟ این آخه چه قدرتی دارند؟ ما باید احترام بکنیم، تعظیم بکنیم و سجده بکنیم اون ربی را که آسمان و زمین را آفریده. اینا که این بتا نیستند. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب ما ربی باید باشد که آسمان و زمین را آفریده. به این خاطر اینها خودشون را کنار کشیدند. در داستان اینطور آمده که ابتدا یکی از جوانها که همین رئیسشون بود، اسمش یا یلمیخا بود، بعضی گفتند، بعضی گفتن مکس المینا، این خودش را کنار کشید، سایه درختی آمد، لذا به عبادت دلچسپی نشان نداد، به کرنش کردن در مقابل بت‌ها هیچ نوع علاقه نشان نداد. بعد یکی دیگه آمد، سومی آمد، چهارمی آمد، پنجم، ششم، الله که میخواست اینا با هم جمع بشن. ابتدا اینا جرات نکرده از هم دیگه بپرسن چرا آمدید. آخر یکی دهان باز کرد و گفت شما چرا اینجا آمدید؟ ما چرا آمدیم جمع شدیم؟ همه مردم اونجا دارند تعظیم میکنند. اینجا یکی عقیده خودش را گفت که من معتقدم که اینها نمیتونن خدای ما باشن، خدای ما باید ذاتی باشد که خدای آسمان ها و زمین. دومی گفت من هم همین عقیده را دارم. بقیه هر یکی گفتم دیدگاه ما هم همینه. علا ای حال اینها با هم شور کردن، با هم مشوره کردن که ما بیایم بر همون دین توحید قرار بگیریم و یه جایی تعیین بکنیم خدایمون را عبادت کنیم و خدا را نیایش بکنیم. اینها با هم تعیین کردند و یک جایی به اصطلاح و به تعبیر امروزی ما یک نمازخانه قاچاقی درست کردند
که کسی متوجه نشه. اونجا می رفتند و عبادت می کردند تا اینکه حکومت متوجه شد که اینها دارند عبادت می کنند غیر از بتای ما، غیر از خدایان ما. لذا پادشاه اینها را احضار کرد. وقتی که پادشاه احضار کرد و از اونها استفسار کرد، اینها گفتن بله ما رب ما اون ربی هست که آفریننده آسمان ها و زمین است. از آن جایی که اینها از اشراف بودند، از خاصان بودند، پادشاه ابتدا اونها را خلع لباس کرد. در اون زمان همه مردم مثل هم نمی پوشیدند، اشراف زادگان لباس خاصی می پوشیدند که عامه مردم اجازه نداشتند مثل اونها بپوشند. عامه مردم دیگه لباسی داشتند، لذا پادشاه اینها را از اشراف زادگی بیرون کرد، خلع لباس کرد، گفت لباس عادی بپوشید. این جریمه شماست و ارفاق من شما را نکشتم، چون شما از درباریان هستید، از فرزندان اونها هستید، به شما مهلت میدم که شما از این دین دست بکشید و الا همه شما را میکشم. خلاصه پادشاه وقتی که اینها را تهدید کرد به این، اینها مهلتی که داده شد، اینها با هم مشوره کردند و که چیکار بکنیم. آخر گفتند اینجا فایده نداره، ما هم که اینجا عبادت بکنیم ما را مجبور میکنن به دین شرکیه، به دین کفریه، و اگر ما بریم به طرف اون دین الله از ما ناراضی میشه، به طرف شرک، و اگر بمانیم ما را میکشند. از اینجا بریم. از اونجا رفتند، حرکت کردند، رفتند. 6 نفر بودند، در راه چوپان را دیدند که اون چوپان وقتی که اینها را دید متوجه شد اینها موحدند. اون هم اظهار کرد که منم یکتا پرستم، رضا او را هم با خود بردند و سگ اون چوپان وفادار بود هم با اونها همراه شد. رفتند و اینها نمیدونستند کجا برند، همین دعا را کردند، خدایا ما را راهنمایی کن. سرگردان بودند کجا بریم. آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، به ما رحمت ببخش و ما را راهنمایی کن کجا بریم. خلاصه اینها سرشان افتاد به اون غار. چند کیلومتر رفتند و رفتند تا اینکه خسته شدند، برای استراحت در کوه رفتند، تو اون غار رفتند. اونجا که رفتند در غار بخوابند، دیگه همون خواب شد که طول کشید. 300 سال، 309 سال اتفاق افتاد. بعضی میگویند که اینها وقتی که خوابیدند سال حدوداً 200 خورده میلادی بود، میلاد عیسی علیه السلام، و 250 بود یا 241 بود، از یک حساب خورشیدی همون 250 میشه. سال 250 میلادی بود اینا اونجا رفتند خوابیدند، 550 میلادی بیدار شدند. 550 میلادی یعنی 20 سال قبل از ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله در سال 570 میلادی متولد شدند. 20 سال قبل از ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این اتفاق افتاد. اینا از خواب بیدار شدند و بعد از اون همون که انشاءالله میخوانیم. پس این اون چیزی که هست درباره اینها. اما من همه بحثا را عرض بکنم، کوتاه بکنم سخن را، شما هم درباره اینها اطلاعاتی دارید، و بعد به آیات قرآن بپردازیم. آخرین بحثی که بنده خدمت شما عرض میکنم همین اختلاف هست که اینها کجا هستند. بسیاری معتقدند که اینها در انطاکیه هستند. بعضی از علما خیلی روی این، بعضی از مفسرین حتی گفتند ما رفتیم
در انطاکیه غاری را با همین مواصفات پیدا کردیم. تابلوی هم داشته، تابلوش قدیمی بوده، خونده نشده. اونجا بنایی مسجدی هم روی بر ورودی غار و بیرون غار هم هست. بسیاری از علما معتقدند که این در اندلس هست. تفسیر بحر المحیط علامه اندلسی هم خیلی روی این دلائل دارد، دلائل بیشمار و متعددی. هر یکی که جالب اینجاست، هر یکی هر جایی میگه اونجا غاری را هم نشانی میده و استخوانهایی که نشان میده اینجا انسانهایی از بین رفتند وفات کردند هم نشان میده. بسیاری معتقدند که این در نزدیک فلسطین بوده، نزدیک ایله بوده، اینجا شهری بوده و اینجا این اتفاق افتاده. و حتی زمانی که در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه وقتی که میخواستن به جنگ رومی ها بروند از شام، در مسیر کسی گفت که به سپاه معاویه گفت که اون غار اینجا هست، در مسیر هست، بین شام و روم هست. معاویه چند نفر را فرستاد که برن بازدید بکنند. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما همراه بود. او گفت که نکنید این کار را. گفتن چرا؟ گفت قرآن به پیغمبر گفته که اگر شما برید اونجا، لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اگر شما اونجا برید، شما پا به فرار میگذارید و از رعب مملوف میشید، یعنی خیلی میترسید، وحشت میکنید، وحشت سر بدنتون را در بر میگیرد. اما معاویه رضی الله تعالی عنه به این توجه نکرد. چرا توجه نکرد؟ شاید معاویه اجتهاد کرد و فکر میکرد این آیه مربوط به زمانی است که اونا خواب بودند، همون زمان خودشون، چون آیه درباره همون است. اما امروز اون حالت نیست، اون شرایط نیست. لذا گفت نه، شما برید. گروهی را فرستاد. میگویند وقتی که این گروه رفتند، به محض اینکه به دهانه غار قرار گرفتند، چنان طوفانی و چنان باد شدید از داخل غار شروع به وزیدن کرد که اینا را دور پرتاب کرد و وحشت عجیبی در اینها پیدا شد. اینا دیگه نرفتند. و حتی یکی از تفاسیر نوشته، تفسیر حقانی، که باد سوزانی بود که خیلی از اینها سوختند. به هر حال چنین اتفاقی در زمان معاویه افتاد. بعضی میگه این غار اینجا هست، والله اعلم. اما خدمت شما این نکته را که هر جا هست خدا بهتر میدانه، خدا مبهم گذاشته. اما هر جا که غاری را علما دیدن میگویند که اون آثار اینجاست. دلیلش اینه که قبل از دین مبین اسلام، دین چی بود؟ دین مسیحی بود و دین مسیحیت دین رهبان هست، دین رهبانیت است. رهبانیت یعنی گوشه نشینی، یعنی برای عبادت به غارها پناه بردن، به بیابان و جنگل رفتن، از جامعه دور شدن. این در دین رهبانیت بود، در دین مسیحیت و رهبانیت ابتدعوها خواندیم، رهبانیتی که اونها ایجاد کردن. لذا هر غاری تعدادی نفر رفتند از راهبها، اونجا عبادت کردند تا چند سال موندند، بعدن همونجا مردند، همونجا مرگشون رسیده، همونجا استخوانهایشون مونده. لذا هر کسی هر غاری رفته، تعداد استخوان دیده، آثاری از حیات انسانها اونجا دیده، شاید بعدیها هم به تأسی از اون پادشاه، بعدیها هم آمدند و اونجا چیکار کردند؟ بنایی درست کردند. پس هر یکی که بنایی دیده گفته که همین غار. علت اینکه جاهای متعددی از این غارها با همون مواصفات، با جسدها، با استخوانها و و غیره خیلی از علما گفتند، در واقع دلیلش اینه که در دین مسیحیت این رهبانیت بوده، والله اعلم. و این افراد در زمان پادشاهی به نام دقیانوس بودند.
اون پادشاه اینها را دستور داد که شما باید برگردید و مهلت داد. اینها از ترس دقیانوس یا دقیانوس رفتند و بعد از اون پادشاه دیگری به نام در زمان پادشاهی که از خواب بیدار شدن به نام بیدروس بود، بیدروس. و این پادشاه پادشاه موحدی بود، بر دین توحیدی بود که اینها دوباره بیدار شدند. خب الله می فرماید نحن نقص عليك نبأهم بالحق. شروع في تفصيل ما اجمل. خدا به صورت اجمال و خلاصه گفت، الان تفصیل از اینجا شروع میشه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ما بیان میکنیم بر تو ای پیغمبر خبرشان را به حق. این را، این نکته را فراموش کردم که مشرکین وقتی که سه سوال را از محضر رسول الله کردن، رسول الله بدون ان شاء الله فرمود من فردا جواب میدم. الله عز و جل این جمله را نپسندید، لذا تا 15 روز وحی نیامد قد شد. مشرکین مسخره کردند، خندیدند و بعد از 15 روز جبرائیل امین آمد و گفته شد که چرا ان شاء الله نگفتی. آیهش می آید انهم فتیه آمنوا بربهم، آنان جوانانی بودند که ایمان آوردند به ربشان طبق تعلیم عیسوی یا تعلیم توحیدی قبل از عیسی بوده. و زدناهم هدا، این انابت است، و زدناهم هدا، ما در هدایتشان افزودیم. این امر دوم هدایت است. خب هدایت که بیاد، استقامت که بکنند و سختی ها را تحمل بکنند، خدا چی میده؟ ربط القلب. الله می فرماید و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا، اذ قاموا هم استقامت است، زمانی که آنها استقامت کردند ما دلهایشان را گره زدیم، یعنی آنها را ربط القلب عنایت کردیم. فقالوا، آنان گفتند ربنا رب السماوات والارض، رب ما رب آسمان هاست و زمین، لن ندعو من دونه الها، هرگز ما نمی خوانیم بغیر از الله معبود دیگر. لقد قلنا اذا شططا، همانا ما در این هنگام زیاده گفتیم، اضافه گفتیم، یعنی زیاده روی کردیم اگر غیر از خدا رب دیگری را بپذیریم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اینها این قوم ما بغیر از الله دیگران را معبود گرفتند، آلهه گرفتند. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا بر این دلیل آشکاری نمی آورند؟ بر اینکه اونها غیر از خدا دیگران را معبود گرفتند. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر است بر اون از اون انسانی که بر خدا افترا میگوید، افترا دروغ، یعنی قوم هستند. و اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، زمانی که شما جدا شدید از قوم، و ما يعبدون الا الله، از آنچه که اونها به غیر از الله عبادت میکنند، یعنی از خدایانشان، از بتانشان فاصله گرفتید، چیکار کنید؟ فأووا الى الكهف، پناه بیاورید به غار. لذا این گوینده رئیسشون هست، یا مکسلمینا هست یا یلمیخا هست. فأووا الى الكهف، پناه ببرید به غار. ینشر لكم ربكم من رحمته، الله باز میکند، میگشاید. لکم یعنی علیکم، لام به معنی علاست، بر شما از رحمت خودش باز میکند، میگشاید. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، مهیا میکند برای شما امر شما را آسان، کارتون آسان میشه، مشکلتون آسان میشه. الله میفرماید وقتی که اینها در غار خواب بودند، چنان الله تعالی اونها را اونجا با ناز و نعمت
حفاظت و نگهداری کرد، حتی خورشید بر اونها نمیتابید. و تر الشمس اذا طلعت، این تفصیل من آیاتنا عجبا، از آیات عجیب. خورشید را میدیدی هرگاه طلوع میکرد، تزاور عن کفهم، تزاور یعنی تمیلو، از غارشان به جانب راست تمایل میکرد. و هرگاه غروب میکرد، اذا غربت تقرضهم، ای تعدل عنهم، از اونها عدول میکرد، ذات شمال، در ذات شمال، و هم فی فجوة من، اونها در جای وسیع از غار بودند، با این وجود خورشید اصلا بر اونها نمیتابید. ببین اینجا علما از نظر جغرافیایی نقشه های متعددی کشیدند که غار چگونه بود، که شاید صائب ترین و نزدیک ترین قول این باشد که اولا از اینجا معلوم میشه که غار دهنهش، اصلا غار هم معنایش هم همینه، یکی از نقب یکی از غار، نقب اونه که از ابتدا به یک اندازه است، اما کهف به اون میگویند. بعضم بعضی ها فرق بین کهف و غار هم بیان کردند، چون غار هم کلمه عربی هست، اذ هما فی الغار اذ یقولو لصاحبه، اینها در کهف بودند، در غار نبودند اصحاب کهف. کهف اونه که دهنش تنگ باشد و وقتی که درونش رفتی درونش متسع باشد، وسیع باشد، فراخ باشد. خب چنین حالتی داشت و بعد اون دهنش جانب شمال بود، دهنش جانب شمال بود، به طرف شمال بود، به طرف خورشید نبود، که هرگاه خورشید شروع به طلوع می کرد، لذا تابش خورشید به طرف راست غار می زد، داخل نمی زد، و وقتی که رد می شد و زوال می شد، باز خورشید به طرف چپ غار اون نورش می افتاد. بعضی ها به این شکل اون شرایط غار را و نقشه غار را کشیدند، بعضی ها چیزهای دیگه گفتند، اما بسیاری از مفسرین اعتقاد دارند که لازم نیست ما نقشش را بدونیم. خداوند عز و جل گفته همین برای ما کافی است که خورشید طوری طلوع می کرد که داخل غار نمی زد، طوری غروب می کرد هم که داخل غار نمی زد. این به هر صورت چی بود؟ محفوظ بود، یا اینکه این کرامت اونها هست، یا اینکه نه، خیلی جا هستن، شما شاید هم دیدید در همین مناطق ما هستن که در طول روز اونجا نور خورشید نمیخوره، چنان اونجا کوه سایه انداخته یا قرار گرفته که با وجودی که غاری نیست ولی سایه اصلا خورشید اونجا طلوع نمیکند و خورشید گرمیش تابشش اونجا نمیزند، چون کوه حائل است و مانع هست. على اي حال وهم في فجوه من اي متسع من الكهف، فجوه جاي وسيره ميگن. ذلك من ايات الله، الله مي فرمايت ان از ايات الله، اي الدال على كمال قدرته، من يهدي الله فهو المهتدي، هر كسي كي الله را هدايت كند او هدايت ميشه، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، هر كسي كي رب او را گمراه كند نمیابی برای اون ولی حامی که او را راهنمایی کند، مرشدش باشد. الله می فرماید و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، شما می پنداشتید آنها را که بیدارند در حالی که آنها خواب بودند. خب بدنشون خراب نمی شد؟ اینجا اگر کسی طولانی بخوابه مریض بشه در دنیا، برایش چی می کنند؟ تخت میگیرند، تخت های متحرک، که این تخت ها به اصطلاح همیشه به صورت برقی ماساژ میده بدن را که بدن خراب نشه. الله عزوجل اونجا چگونه در ظرف 300 سال، اینجا 30 روز کسی بر رخت خواب بخوابه بدنش تمام زخم میشه، 300 سال. الله میفرماید
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اونها را میگردانیدیم جانب راست و چپ. چرا؟ لئلا تأکل التراب و اجسادهم، تراب اجسادشون را نخورد. الله میفرماید و کلبهم باسط ذراعیه بالوسید، سگشان باسط بود یعنی پاهایش را دراز کرده بود، دستهایش را هر دو ذراعینش را وسید، وسید ورودی می را میگن، چارچوب را در را میگن به اصطلاح دهنه غار. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، اگر مطلع می شدی بر آنان لوليت پشت می دادی در حالت فرار، فرار می کردی. ولملئت منهم رعبا، پر می شدی از چی؟ از رعب، از وحشت، یعنی چنان وحشتناک بود. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، الله می فرمای آنها را بلند کردیم، از خواب بیدار کردیم. ليتساءلوا بينهم، لام لام عاقبت است، نتیجه این شد که آنها از هم دیگه سوال می کردند. قال قائل منهم كم لبثتم، یک گوینده گفت چقدر ماندید. ببینید ما در آیات بعدی میخوانیم که اختلاف است چند نفر هستند، بعضی میگن 3 تا، بعضی میگن 5 تا، بعضی میگن 7 تا و هشتمی سگ است، آخر میگه الله بهتر میدونه چند تا. بسیاری از علما اکثر میگن 7 نفر بودند و هشتمی سگ بود. بعضی از اینجا استنباط کردند. چطور استنباط کردند؟ قال قائل منهم كم لبستم، یک گوینده گفت چقدر ماندید. خب این یک نفر، گوینده یکی هست. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، گروهی جمعی از اونها جواب دادند اینجا ماندیم یک روز یا بعضی روز. قالوا جمع هست نه، جمع اقل چند نفره؟ 3 نفر. پس اون یک نفر، اون 3 نفر، 4 نفر. بقیه چی گفتند؟ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، رب شما بهتر میدانه شما چقدر ماندید. اینام قالوا 3 نفر حداقل اینها بودند، چقدر شدند؟ 7 نفر. پس از این قال و قالوا علما تشخیص دادند که چند نفر بودند. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه، یکی را با این ورق، با این ورق، ورق مال عرض کنم که پول اون رایج اون زمان بود، بفرستی به شهر. فلینظر ایها ازکا طعاما، نگاه بکند که کدام یک از آن مردم شهر از کا طعاما، از نظر طعام پاکیزه تر از طعامش. فلیأتکم برزق منه، بیاورد طعامی از اونها، خوراکی از اون، از اون کس بیاره، اونی که طعامش پاکتر باشه. اول نکته اول اینه که باید همیشه دنبال چی باشیم؟ دنبال رزق حلال باشیم. و بعد رزق حلال به چه معنا؟ ببینید اون زمان زمان شرک بود، تک و توکی موحد تویشون بود، لذا مشرکین، مشرکین به نام تواغیت می کشتن ذبیحه هایشون را، پس اون حرام بود. اینکه فلینظر ایها ازکا طعاما، یعنی از نظر ذبیحه، ذبیحه حلالی باشد، ذبیحه حرامی نباشد. همونطور که ما الان اگر مسافرت میکنیم به کشورهای غیر اسلامی میریم، اونجا دنبال حلال هستیم، مسلمانانی که ذبیحه را کشته باشند. پس همین مثلا عن ابن عباس فی قولی ازکا طعاما قال احل ذبیحه،
یعنی از نظر ذبیحه، ذبیحه کسی که حلال باشد، چون که وکانو یذبحون للطواغیت، برای طواغیت میکشتن. لذا نگاه کند طعام چه کسی پاکتر است، از اونجا رزق بیاورد. ولی تلطف، نرمی بکند، یه وقت درگیر نشه، جوانی نکند. ولا یشعرن بكم احدا، نفهمند، اصلا متوجه نشه به شما هیچ کسی، با خبر نشه. انهم ان یظهروا علیکم، همانا آن قوم اگر مطلع بشن بر شما، یرجموکم، شما را سنگسار می کنند، او یعیدوکم فی ملتهم، یا شما را بالاجبار بر می گردانند در دینشان، آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد. ولن تفلحو اذن ابدا، هرگز رستگار نمی شوید در این هنگام ابدا. الله می فرمه و کذالک اعثرنا علیهم، این گونه ما مطلع کردیم بر آنان، لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها، تاکی یقین بکنند که وعده الهی، یعنی بعث بعد الموت، زنده شدن بعد از مرگ، حق است و همانا قیامت می آید، هیچ شکی در وقوع قیامت نیست. ببینید در این زمان که پادشاه بیدروس بود، اکثر مردم موحد بودند، دو دسته بودند، یک دسته متپرست و مشرک بودند، اکثر موحد بودند. اینها بحث داشتند روی قیامت و دوباره زنده شدن. کفار و مشرکی میگفتند اصلا امکان نیست، امکان ندارد. اینها میگفتند امکان دارد، الله دوباره ما را زنده میکند. روی این بحث بود، همیشه مناظرات و مباحثات ادامه داشت. و کسانی که اهل توحید بودند دلیل خوبی نداشتند. حتی میگویند که پادشاه دعا میکرد که خدایا برای ما نشان بده، نشانه ای و آیه و علامتی، تا ما بتونیم این بت پرستان را، مشرکین را قانع بکنیم که بعد از مرگ حیاتی هست. تا این اتفاق افتاد، این شخص وقتی که رفت تعجب کرد. ابتدا وقتی که شهر را دید و نزدیک این غار اصلا شهری نبوده، چون شهر توسعه پیدا کرده بود یا شهر دیگری بود، حالا ای حال هرچی نگاه کرد، انسانها را، آدمها را، همه چیز تغییر کرده بود. بالاخره با تعجب نگاه کرد و دل به دریا زد و رفت یه جایی، یک آشپزخانه به اصطلاح، جایی که پخت و پز و غذا بود و نان بود. اونجا رفت تا غذایی برای خودش تهیه بکند و وقتی که پول را داد، اون آشپز تعجب کرد، اون کسی که غذا می فروخت تعجب کرد، این چی پولی هست، این مال چه عهدی هست. نگاه کرد به همسایه ها نشان داد، همه جمع شدند. این گفته این پول را از کجا آوردی؟ گفت مال خودم هست. گفت بگو و الا تحویل پلیس میدیم. حتما شما یک جای خزانه ای پیدا کردید که پول های قدیمی هست، الان یکی از اونها آوردی. خلاصه به مأمورین اطلاع دادند و این را بردند اونجا و بعدن این متوجه شد در همین میان که خبری از دقیانوس نیست، از مأموران اون زمان نیست، اینا همه جدید هستند. و متوجه شد که اینها توحیدی هستند، اهل دین هستند. لذا وقتی که بردند این را پیش پادشاه و مسئولین، این حقیقت را گفت که ما از پیش دقیانوس گریختیم، فرار کردیم و در غاری خوابیدیم، همین نزدیکی ها هست. اونها بررسی کردن دفاتر را، پرونده ها را، بایگانی ها را بر اساس شرایط اون زمان، والله اعلم، اونها به این نتیجه رسیدند که اینها همون جوان هایی هستند که رفتند، تاریخ هست و ناپدید شدند. همه فکر میکردن اینها رفتند و دیگه مردن، تمام شدند. لذا پادشاه بسیار خوشحال شد که بعد از 300 سال، 300 و اندی سال، الله تعالی اینها را دوباره بیدار کرده، زنده کرده. و استدلالی که او میخواست بکند میتواند بر علیه مخالفانش پیروز و غالب بشه. لذا همه گفتن ما را ببرید اونجا، تا اینکه نه رفتن دوباره اونجا،
اون کسی که صاحب غار بود گفت من پیش دوستانم میرم، شما نیایید. ابتدا رفت به اونها تمام داستان را تعریف کرد و همه تعجب کردند و خدا را شاکر شدند که این نصرت الهی برای اونها بوده. و بعد با مردم و پادشاه ملاقات کردند. بعد از ملاقات اصرار کردند اینها که شما بیایید در شهر با ما زندگی کنید، اما اونها نپذیرفتند و در مقابل شکرانه این نعمت گفتند ما اینجا تا آخر خدا را سجده می کنیم. برگشتند و بعد از اکرام و اعزاز و ملاقات با مردم رفتند به جای خودشون. روزهای بعد که می خواستند دوباره به دیدارشون بیایند، گروه و گروه های دیگری مجدد پادشاه بیاید، الله عز و جل اینها را موت داده بود، موت حقیقی. و وقتی که آمدند همه ناراحت شدند، نگران شدند، آه و فغان را افتاد و پادشاه دستور داد همین جایی که هستند دفنشون، محل دفنشون اینجا باشه. غار بسته شد، اونجا تابلو زده شد. بعدن اینجا اونها میخواستن، مشرکی میخواستن معبدی درست کنند، یا بعضی گفتن میخواستن که مسافرخانه درست کنند. روی ان طائفه کافره قالت نبنی بیعتا او مضیفا، ما اینجا بیعی درست میکنیم، معبدی برای خودمان یا مهمانخانه و مهمان سرایی که مردم زیارت بیایند و اینجا استراحت کنند. اما پادشاه گفت نه، ما اینجا محل عبادتی، مسجدی درست میکنیم که خدا را عبادت بکنند. به هر حال اونها درست کردند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبرس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل